میره جاش اکسیژن میره. بعد با چهار تا رگ میاد، با چهار تا رگ چیه؟ میاد دو تا اشراش چپ، دو تا اشراش راست میاد. پس نیمه راست قلب بچه خونش تیر است. این خونه تیر است بچه. بعد CO2 از دست میده، جاش اکسیژن میگیره. خون بچه خون روشن، خون روشن تحصیل سیارگای ششی، خون روشن به دهلیز چپ میریزه. پس دهلیز چپ خونش روشنه، دهلیز چپ خونش روشنه، خونی که از میترا رد میشه خونش روشنه، به بطن چپ کلن خونش روشنه، خونی که از سینه آورتی رد میشه خونش روشنه، پر اکسیژنه، به آورت میده، آورت هم به همه جای بدن خون میده، به همه جای بدن چیه؟ خون میده. اولین رگایی که از بچه هاست آورت جدا میشه، اولین رگی که از آورت جدا میشه دو تا سرخرگ کورونرن، سرخرگای کورونرن که به خود میوکارد قلب غذا میده. بعد اینا میشن مویرگ، مویرگ ها جمع میشن باز میشن سیاه رگ، این سیاه رگ ها جمع میشه باز دوباره با یه سیاه رگ به نام سیاه رگ کورونر به دهلیز راست میریزه. پس بچه ها سه تا رگ به دهلیز راست میریزه، چهار تا رگ به دهلیز چپ میریزه، جمعاً هفت تا رگ خونشون وارد دهلیز ها میشن. خب گرچه خون انسان مضاعفه، یعنی چی؟ یعنی دو بار خون از قلب رد میشه، یه بار میاد تو قلب، دوباره قلب میده به شش ها، دوباره شش ها نمیدن به اندام ها، مثل گرش خون ساده نیست، بر میگرده به قلب، قلب باز دوباره به اندام ها میده. میگن گرش خون بچه مضاعف. خب بچه برای کنکور امسال چی یاد بگیرید؟ برای کنکور امسال چی یاد بگیرید؟ تبادل مواد در مویرک ها رو حتما یاد میگیرید. این به تمام بدن خون میده، به تمام بدن خون میده، میاد بچه ها توی مویرک ها که رسید، اینجا مویرک باشه، تبادل انجام میده. این مویرک بچه ها، این مویرک های خونی هم که انواعی دارن بحث میکنیم، تا زمانی که آب داخل رگه بهش میگن پلاسما، آب داخل رگ باشه بهش میگن پلاسما. بعد پلاسما با فشار خون میاد بیرون، هرچی نیروی بطن چپ قوی تر باشه، فشار سرخرگی بیشتر باشه، پلاسما راحت میاد بیرون. پلاسما که اومد بیرون از رگ اومد بیرون بهش میگن آب میان بافتی، آب میان بافتی. عامل اصلی که میاد بیرون بچه ها فشار خونه، ما بهش میگیم فشار تراوشی، فشار تراوشی. هرچی فشار خون بیشتر باشه فشار تراوشی بیشتره، وقتی میاد با خودش اکسیژن میده به سلولا، این سلولا باشن، پلاسما که میاد اکسیژن میده به سلولا، گلوکوز میده به سلولا. دوباره بچه ها 90% این پلاسما به این آب میان بافتی بر میگرده تو خون، 90% بر میگرده. بچه وقتی که میاد گلبوله قرمز رد نمیشن چون درشتن، گلبوله قرمز رد نمیشن چون درشتن، رد نمیشن. پروتین ها، پروتین های درشت مثل آلبومین اینا چون درشتن رد نمیشن، فشار اسموزی ایجاد میکنن، آب میکشه تو خودش، با فشار اسموزی برمیگرده.
90 درصد برمیگرده، 10 درصد دیگه وارد رگای میشن به نام رگای لنفی که الان بحثشو میکنیم. رگ چی؟ لنفی. رگای تبسته این موی رگشه، 10 درصد اینجا میشه و لنفو میسازه. پس تا زمانی که آب داخل رگه بهش میگن پلاسما، اومد بیرون بهش میگن آب میان بافتی، رفت تو لنف، رگای لنفی بهش میگن لنف. پس منشأ لنف از آب میان بافتیه، منشأ آب میان بافتی از پلاسماست. بعد دوباره این